سلام دوستان گل، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جای هستید سالم و سلامت و مثل همیشه لبتون خندون باشه. من فراد هستم و خیلی خیلی خوشمید به کانال خودتون اومدیم. یه پارت متفاوت Infection Free Zone، بازی جدیدی که ریلیز شده اما اصل جنس نیومده. این بازی دموشه که در واقع بریم سر وقت این بازی سوروایول استراتژیک محوریه که باید وی دیدیم اوزاش خوبه و بچه ها دوست دارن و بهم چند بار گفته بودن سریع بریم، فرصتش پیش نیومده بود که این گیم رو بریم جلو، اما الان فرصتش پیش اومده و واسه تون ریکوردش میکنیم. بچه من یه نکته رو بگم، من به شدت عاشق بازی سوروایول زامبی تور و محور و اینجور داستان هستیم. حتی یه پارت هم ما با تاها زامبی رو هارس آف آیرون رو اوکی کردیم و چیز حق به در اومد. باید وی بریم سراغ گیم، مثل همشه پرقدر باشدن لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. رنده کنم بریم سراغ گیم به نازم. خب بچه یه سری کشورهای بیسیک داره از اونجایی که دموه USA فرانس دخون کمبریج یوکی جرمنی و دو تا از کشورهای چاینا. بچه اگه بازیش اومد من میخرم و اگه دوست داشته باشید با ایرانش هم میریم بازی میکنیم. به نازم تهران شهر ری چاردانگه بنازم اسلام شهر چیچیکلو احمد آباد وستوفی باقستان شهریار اندیشه شهر قد کرج و کلی قسمت های مختلف دیگه. فکر کنم کل ایران هم دارا میباشد، درست میگم؟ آره پسر حاجی آران و ویدگل کاشان. این چیه؟ ابوزید آباد دیگه ارزم بزرگتون و کلی شهرهای دیگه که ما میتونیم زامبیامونو اونجا شروع بکنیم. ولی خب از اونجایی که حالت دموه ما یه انتخاب میکنیم میریم سراغ آمریکا کالیفرنیا، یه کوچه و این داستان انتخاب میکنیم تو ببینیم داستانمون چی میشه. بنازم آقا جمعیتمون 40 نفر خوبه، ریسورسامونم بیسیک، پورت نامبرم همین حالتهای بیسیکش خوبه، دیفیکالتی لیولش هم میدیوم. بریم آقا اسمون هم میذاریم، اسمون نمیشه گذاشت. خب اوکی بریم آقا سراغ گیم ببینیم داستان و شرایطمون چی جوری میشه. بنازم عالی پسر، یه بازی متفاوت با فراد متفاوت. بنازم اچه کامل نظرات رو بکنید، دوستشی از این سری بازی ها بیشتر میذاریم با اوج هیجان لذت بریم جلو. بریم دمو. اون جوانی که ما میشناختیم از بین رفته، یه ویروی که به اسم ویروی دیوانگی اومده رنده کرده، باعث میشده مردم یکم اگرسیو و وحشتناک حمله بکنن دیگه. خودتون بیسیک کارو میدونید دیگه. آره دیگه آدم ها رو میخورن دقیقا. یه جنگ و خونریزی و بین مردم اتفاق افتاده که واسه زنده موندنشون بجنگن. میگه حتی اون کسایی که ما دوستشون داریم ممکنن خطرناکترین آدم های روی کره زمین باشن. هر قلم روی اوف اپیزود رپتور بود، این هم کاخ سفید رندش زده شده. حالا اون کسایی که در واقع زنده موندن و مجبورن که زیر زمین ها و اینا زندگی بکنن، از فیلتر هوا و اینا استفاده بکنن زیر زمین هم دیگه، کامل خودشون رو از جهان بیرون جدا بکنن. یه روزی که همینجور عادی نشسته بودن رادیو پیام میده. آره حالا نداد قرار بود جلوتر بده. آره دیگه کم کم همه چی از بین میره به مرور زمان. We received a distant call. یه تماس با فاصله گرفتیم. به تمامی که در واقع زنده موندن، بیاد بیرون و بسازید. This was the impulse we needed. بنازم. اینا فکر می‌کنن فقط خودشونن، در صورتی که یه سری آدمای دیگه هم هنوز هستن. From the ruins of the old world, we will build our new home. دقیقاً ما خونه جدیدمون رو خواهیم ساخت. باید وی برازم بچه ها گفتم دیگه این بازی حالت استراتژی محوره و حالا من بیسیک شده در واقع یه سری توضیحات رو میدم تا بریم جلوتر.
حالا اینجا یه سری رادیو داریم که توضیح بهمون میده ما به عنوان رهبر و سرکرده این شهر هستیم تا ببینیم شرایط و داستانمون چی میشه. خب بچه ما مشکل غذا داریم، بریم آقا در واقع سراغ غذا. حالا اینجا به صورت بیسیک شده گفته اسکاونجر نیر بی ویو میزنیم که در واقع بهمون نشون میده که کدوم مناطق رو باید اسکاونجر بکنیم. شاید واسه تو سوال باشه آقا خیلی کوچولوه گیم، ولی نه، در صورتی که ببینید اینجا تازه بخشی از ماجراست. کلی ساختمون و خونه ما اینجاها داریم، مرکز شهر فلان، خونه های مختلف اینا به کنار. حالا من نمیدونم که مثلا اینجا به پایان رسید، این استان ها به پایان رسید، آیا قلمروهای دیگر هم میشه رفت یا چی؟ همونطور که میدونیم واقعا منطقه بزرگیه، واقعا منطقه بزرگیه، کار به این چیزا نداریم. حالت عادیش اومد 100% با ایران. میریم اینجا ببینیم. خب اول از همه بچه من یه توضیح بدم، ما یه دونه اسکواد داریم، اسکوادی که در واقع اسکاونجر میکنه. تایم بازی هم به صورت ستایی میره جلو، تایم خیلی خوبی داره، یعنی به صورت دقیقه‌ای و ساعتی و اینجور داستانه میره جلو. تایمشو من دوست دارم. حالا اینجا به هر حال گفتن که بریم سرچ بنازم. خب صورت بازی بزنیم به صورت بیسیک، ببینین تقریبا میشه گفت هر 3 ثانیه یک بار یک 10 دقیقه از بازی میره با سرعت 1. دیگه توضیحات مختلف که بهتون بدم، کلی چیزی میتونید بسازید، شلتر میتونید بسازید، در واقع نگهدارنده مواد غذایی میتونید بسازید. عرضم به حضورتون که زمین کشاورزی بسازید واسه خودتون و نگم واسه تون. خب این انجام شد. اینجا حالا یه سری توضیحات میده، میگه آقا ما این غذایی که حالا نیاز داشتیم ما این خونه پیدا کردیم و برش گردونیم. اوکی این پوینت میکنه که کجا بریم. تازه خب ببین اینجا همچنان من اسکاونجرم رو شروع بکنم تا این حالا داستان شروع بشه. ببین این الان میگه نصف سیتیزن شهروندامون خونه و این داستان ها ندارن، باید شروع بکنیم واسه شون خونه ساختن. اوکی پس ببینیم اینجا بلافاصله تو قسمت خونه یه چند تا شلتر من اینجا بسازم. بودو ببینید هر قسمت یا هر خونه که شما در واقع پیدا میکنید اینجا اسکواد ریسورس بهتون میده و راحت میتونید اینا رو برگردین به بیسمنت اصلیتون تا اونا ازشون استفاده بکنید. این خونه هم داره ساخته میشه، 50 تا هم وود داریم. خوبه دیگه بیشتر از این زوم نمیشه. یه نکته ای که هست تو بعضی از خونه ها ممکنه زامبی باشه و زامبی هم هلوش شب حمله میکنن، اینم نکته بسیار حائز اهمیته. خب باشه من یه چند تا اسکواد بسازم واسه اینکه اسکاونجرمون سریعتر بشه. عالی پسر، اینجا کل کارگر 5 تا کارگر داره اینجا کار میکنه. بنازم منابع بالا، سوخت داریم، اسلحه مهمات داریم، خود اسلحه رو داریم، سوخت داریم و قسمت کانستراکشن که چوب و استیل و یه سری چیزا که بعدا واسه ساخت و سازمون به کار میادش. بچه دوست داشتید آموزشش هم واسه تو میذارم که رنده کنان بریم جلو. خب این خونه رو گرفتیم، خوبه بچه ها تا شب اول و دوم و سوم اینا زامبیا پارمون نمی کنن، ولی بعدش وای وای نگم واسه تو. من این بازی هم دوست دارم کثیف بازی بکنم، یعنی اگه سوروایول چیزی پیدا کردیم جلوتر رنده کنان بریم جلو. بنازم فعلا یه چند تا شلتر داریم میسازیم. تو خونه رو پیدا کردی، بیا اینجا بنازم. بچه سه تا اسکاونجر فعلا واسه همون کافیه فعلا ها. ببین اینجا اسلحه میتونیم پیدا بکنیم، اینجا در واقع حالت مارکت داره، باید بریم سراغش ببینیم چیا میتونیم پیدا بکنیم. بعد این ساعت بازی بزنم رو 2، فعلا ساعت 3 بعد از ظهر، چیزی تا شب باقی نمونده. خب اونا رفتن که محصولات جدید رو فعلا ببرن. بیا اینجا چه ببینید دیگه بر اساس خود تایم بازی داره شب میشه. این چیه؟ آهان داره میگه خورشید داره میاد کم کم پایین. آهان میگه اگه تو شب اگه ما اسکاونجر بکنیم، یعنی کاری که همین الان داریم میکنیم، ممکنه که خیلی خطرناک باشه. دقیقا ادامه بدیم، ما اون ریسورس ها رو میخواییم. اوکی حله بچه اینا رو میگه، اینا که دارن اینجا خونه رو داشتن میساختن
سریع برگردن خونه. خب شما بلافاصله برگردید. بودو بچه داره شب میشه، ساعت 5:40 بعد از ظهر و شما اینجا رو ببینید بغلتونه. بنازم. خب شما سریع برگردین. بنازم پسر. اولین شلترمونم ایشالله فردا ساخته میشه. بچه قسمت های ریسرچ داریم، میتونیم ریسرچ بکنیم، در واقع کامیونیکیشنمون رو ببریم بالاتر، اسنایپر رایفل، ازورد رایفل، حالا قسمت های شیمیاییمون هم داریم که در واقع بتونیم از سوخت های فسیلی و اینجور داستان ها نهایت استفاده بهره رو ببریم. بازی پازه. حالا تو بیا اینجا سری. بوده بیا اینجا. خب بچه ها اینجا میبینید هر اسکوادمون متشکل از 4 نفره. فعلا اینا همشون سلاح ملاح دارن. خوبه، امنیشن پیدا کردیم. خب بچه کامل دیگه داره شب میشه، 7 شبه و اینجا نیرو رو میبینیم که با در واقع فلشر چیه. خب اینم از این. خب بچه اولین گروه زامبی ها دیده شدن. یا ابوالفاز Get ready to fight. بنازم. بچه من هیچ ترسی از زامبیا ندارم. زامبی نمالیدم. رندشون رو میزنیم. خب کجان؟ زیاد نزدیک نشن. بچه گروه هاشون هم 2, 4, 6, 7 نفر است. عالی پسر. تو سری برگرد. ما یه جبهه بچه شمالی هم قرار میدیم اینجا تا بتونیم حداقل دفاع بکنیم. بعد از اون اگه زیاد اومدن بالا سرشون رنده کنان میریم جلو. خب دو تا گروه اسکوت فعلا دیده شدن زامبیا. آره خلاصه سمت راست منم که در واقع پشتش هست یا چیز خاصی هم نمیبینیم. ای بابا آلت تپ کردم تا نشون تو خونم کو آینه بنازم بچه. سه تا اسکوت شدن، سه تا اسکوت زامبی. بچه این زامبی هم احتمال دارن برن توی خونه ها قایم شن، کمپ بکنن، رندمونو بزن. به هر حال ساعت 9:45 شبه، ساعت بازی بزنیم رو 2. یکم این تو برنامه‌مون نبود. خب اول درگیری ها شروع شد. بزنید، شلیک کنید، نراسید، عقب نشینی، عقب نشینی کنید، بیا عقب شلیک کنید. بنازم هاش فراد. اولین گروه هایی که زامبی ها رو جیر دادیم. حالا نمیشه اینا با صدا نیان. خب ساعت رو بذاریم 2 تا سریعتر روز بشه. کو فعلا خبری نیست. آن دارن میان، خیلی نزدیکن بچه. برای شب اولین اتفاقی نیست. یا حسین بیا عقب بیاد اینجا، حالت تهاجمی بگیرید، نیروی بکاپ هم داریم. خب شما شلیک بکنید، بزنید، بنازم. خوبه ساعت 1:20 شب. اینجا می خونه رو اسکاونجر بکن. اینجا من بچه پر رو هم هوندا داشتم با آدیداس. بنازم. فکر کنید ما میترسیم زامبیای عوضی. بچه این کارو اصلا نکنید. حالا فکر نکنید من شب اول این کارو میکنم. یه جا ممکنه خفتتون بکنن. زامبیا خفتتون میکنن، 4 طرف بهتون حمله میکنن. خب این از این، این از این. بله فاصله بیایم اینجا. بچه ها زامبی ها خیلی راحت از ساختمون ها اول میان بالا، بعد از طریق پنجره. کو هورد ها دارن میان. فکرم درگیری شروع شه. عالی پسر، عالی تخلیه. بچه اینجا چون فکرم سلاح هاشون پر شده بود تخلیه کرد. خب بیاد اینجا. بودو پسر، بودو برگردید. خوبه قضا و امنیشن و اینا کامل داریم. خوبه اولین درگیری همون شروع شد. بودو شلیک کنید. ماشاءالله. خب بچه کم کم داره صبح میشه و در واقع زامبیا نه اینکه تو روز نیستن و تو روز هم هستن، اینجوری نیستش. بنازم کو هورد اسپاتد. من چیزی نمیبینم فعلا تو نقشه. وجی تو شب اول یکم عجیبه اینا اینجوری میان جلو. به اینجا. خب بچه داریم کم کم به صبح نزدیک میشیم. فعلا خبری نیست. سریعتر بریم اسکاونجر بکنیم، چیزا و غذا و مهمات و اینا پیدا بکنیم. به شدت بهش نیازمندیم. بودو عالی پسر. خب بچه کارگرامون اینجا رفتن سریعتر کار بکنن.
او ببینید دقیقا همین چیزی بود که بهتون میگفتم. الان اینجا یه سری زامبیا تو خونن عوضی ها. بیا تو مارکتو ببین، من یه دونه اسکوت دیگه میسازم. عالی پسر. خب بچه از اونجا که مشکل فود ممکنه بخوریم، من اینجا چیه چند تا فود بسازم، بچه رو بفرستیم فود پیدا بکنن. عالی، این خونه ما که ساخته شد. عالی. خب الان میگه یه دونه تاور چوبی بسازیم، به روی چشم میسازیم. به اینجا میدیسن و اینا نیازمندیم. خوبه بچه، من اینجا گلرین چوب رو زدم که در واقع گلرین وود البته. خب Operator, we found something suspicious. There is a large piece. اوکی، میگه یه سری ترپ غذایی پیدا کردیم که یکم عجیبه. ظاهرا اینجا سیویلیانه. Leave it. اهمیتی بهش نمیدیم. خوبه. بچه کارگرامون اینجا دارن کار میکنن تو سریعتر چوب پیدا بکنیم. به شدت بچه تو این بازی به چوب احتیاج داریم. یعنی هر چیزی بخوایم بسازیم و باید با چوب اوکی بکنیم. خب شما بیاید اینجا. اسکاونجر این خونم که 100% شده. بنازم این اسلحه اینجا رو باید بریم بالا سرش، احتمالاً یه ایکی میکی اونجا باشه. خب تو بیا اینجا، یه برو سمت جنوب، تو بلافاصله بعد از اون بیا بریم سمت شمال. خوبه، تو اونجا که تونستیم خونه‌های مختلف رو در واقع پیدا کردیم و شرایط رو اوکی ترش کردیم. بیا اینجا ببینم، یه دونه تاور چوبی اینجا ما میسازیم. بودو بنازم، عالی. چوب چند تا داریم؟ 28 تا. اسکاونجر های بیکار اینجا ببینیم. تو بیا اینجا. عالی پسر، اون اسلحه هنوز پیدا نشده. اینم از اینو. عالی پسر، خوبه. بچه که دارن چوب میکنن، تاورمون هم داره ساخته میشه. امرینیشن اینم پر شد. دقیقا میگه اگه بخوایم چیزای بیشتری بسازیم به منابع بیشتری نیاز داریم که زدم آقا، گترین وودو زدم، حتی که ذاتن هم میتونیم بیشتر بزنیم. اوکی اوکی، let's gather some wood. اینم 4 نفر نفرات میخواد. بذارید بچه من تو اونجایی که میتونم چوب اینجا رو بکشم، حالا بریم جلوتر یه سری اتفاقات وحشتناک میفته و اوج هیجان گیم رو مشاهده خواهید کرد. تو به اینجا، تو هم به این طرف. نیروی بیکار من حقیقتا نبینم اینجا. فعلا 40 نفر هستیم. ساعت چنده؟ ساعت 1 بعد از ظهر شد و بنازم بچه دارن چوب میارن همینجوری. عالی پسر، عالی. حالا اگه تونستیم بچه ها، من این قسمت رو دوست دارم منطقه استراتژیکمون رو کامل بیاریم اینجا. ببین مناطق هم چوب داره، همین که اوزامون به تب بهتره دیگه، ما میتونیم اینجا مزرعه و این داستانا بسازیم. یه جورایی من باید یه دیواری دور شهرمون درست بکنم که بچه هامون به فنا جلوتر نرن. این تنها کاری که دستم فعلا برمیادش. خب بچه من یه دونه نمیشه، یه دونه بچه بیسمنت هم اینجا میسازیم که اگه ریسورس های این منطقه همون پر شد راحت بتونیم چلیمش بکنیم. خب شما ها بیاید اینجا منابع رو برگردونین. تو هم این خونه رو بگرد. تو هم که فعلا اینجا هستی. ساعت 3:20 بعد از ظهر بچه، چیزی تا شب نمونده. الان کارگرامون بر میگردن دوباره. اوف خوبه، اوزا عالی، ریسورس ها و منابعمون هم استثنایی. 27 تا دونه چوب داریم. این هم که زدیم ساخته بشه. دو تا کارگر دارن در تیراژ بالا اینجا ساخت و ساز انجام میدن. بید اینجا، بید اینجا ببینیم بچه، فعلا این قسمت ها واسه همون باز نشده. حالا دیوارامون هم مثلا دیوار چوبی داریم، میتونیم کامل توی این مناطق ببندیم که بچه ها اینجا میرن سر کار اوکی باشن. ولی من دوست دارم اینا از اونجایی که میرن چوببری و این داستانا، یه دونه تاور دیگه من اینجا بسازم، حقیقتا به کارمون میاد. دوست دارم اینجاها بسازم. آره اینجا عالیه.
حالا جلوتر بهتون میگم چرا من اینجا تاور میسازم. ببینید این مسیری که بچه ها از اینجا میان میرن سر کار، ممکنه یه پردی چیزی بهشون حمله بکنن. به هر حال فعلا اومدیم تو زمینامون، این تاورمون هم از فعلا از سیرکمون استفاده میکنن، اسلحه نداریم که بهشون بدیم. تمام ارتشمون هم اینجا، تو هم اینجا بمون، شب شد دیگه. یه نکته که خیلی حائز اهمیته بچه ها، اونم اینه که حالا اینو بزن. وارهاوس زدم ساخته بشه، یه دونه زدم ساخته بشه واسه منابعمون. یه نکته، ببین ما هنوز ایکی پیدا نکردیم. خب هردو الان اومدن بیرون، زامبیا ریختن بیرون و نگم واسه تو بنازم پسر. روز دوم ساعت 7:20 شب، من بعدم نمیاد برم باشون درگیری ایجاد بکنم. و آره او خب بچه کیل وان هورد، اولین هورده در واقع دارن میان. بلافاصله من اینا رو بفرستم اینجا چون به خونه های عادیمون هم حمله میکنن. این از این بچه، واسه این که رد گم کنی بکنی، من یه دونه میارم این ور. عالی پسر، چون اینا به هوای اینایی که بیرونن میان رنده بکنن. بنازم، عالی پسر. خب اولین گروه رو گذاشتیم بیرون که در واقع اینا رو تعمه بکنیم، زامبیا به هوای اینایی که بیرونن بیان روشون. از دو تا بیسمنت راحت رندشون رو میزنیم. این تاورمون هم که اینجا ساخته شد، یه تاور من باید اینجاها بسازم. آره دیگه، هورد اسپاتد. آره بهتون میگم چرا. ببینید این مسیر خود کارگرامون باید سیف باشه. ببینید ما الان اینجا یه دونه تاور ساختیم. اوه هرده از سمت جنوب دارن به ما حمله میکنن. اوکی یکی بیاد اینجا، تو هم بیا اینجا. ببینید اینا الان یوزلسن، این دقیقا اسکواد ما یوزلسن. چرا؟ چون همه شون دارن با چاقو حمله میکنن. ببینید ما الان پلن اینه، استراتژیمون اینه، اینا رو میاریم بیرون. شدی کنید بنازم، اینه که میگم استراتژی اینجا مهمه. مدیده یه فکر کنید من بازی کردم کلا، من یه روب رفتم بینم بازیش محیطش چجوری، دیدم خوشم اومد. آره خلاصه اشتداد دارم، اشتداد. خب اینا هم که خیلی حاجی، اینا متال میخوان. خب اولین گروه ها اینجا رسیدن. ببینید بچه با تیرکمون داره شلیک میکنه، بنازم بزنش، بزن اوزامون. عالیه، اتک اتک، عالی پسر. خوبه 12:30 شب شد بچه ها، شب روز سوممونه در واقع، چون از 12 گذشت روز سوممونه. یکم اوزامون خوبه میدونین، وضعیت منابعمونم 37 دونه بگید وود داریم، دو تا دراگ داریم، 12 تا راو متال داریم، 23 تا هم امرینیشن داریم و 3 تا هم سوخت و 43 تا هم قضا. البته اون بالا هم نوشته ها، کامل اون قسمت بالا منابع ما رو نوشته. بنازم پسر. خب ساعت رو بذاریم 2، زارن هیچ کس فعلا به ما حمله نمی کنه، فعلا خبری نیست، فعلا همه چی سیفه. خب اوه احتمالا بیان اینا. آره آره دارن میان. اوه از دو جبهه دارن حمله میکنن بچه، اینه به خاطر همین میگم تو شب نرید دنبال چیزی بگردیم. بزنش بزنش، عالی تمامه. برده اولی خیلی ایزی هن. سوال تو خب بیا دیگه، نیاز نیست ای. بیا اینجا، شما هم بیاید این طرف، تو هم بیاید اینجا. دیگه روز شد دیگه، کارگرامون هم همه دارن میان بیرون. بنازم سریعا ساخت و سازا رو انجام بدیم. آها کجا؟ ایول حاجی، از اون رایفل بچه ها پیدا کردن، حالا نمیدونم کجا ولی خب پیدا کردن. اوکی اینه، این اسکواد پیدا کرده دقیقاً. خب بچه یه دونه ویکل ماشین هم پیدا کردیم اینجا، باید بریم بالا سرش. خب شما ها بیاید اینجا. اوه
بچه‌ها یه در واقع دودی و چیزی و اسموک و اینا ما داریم از این سمت می‌بینیم. ببینید های ریسکه، اگه آدم اونجا باشه به فنا میریم. من اصلا اعتماد نمی‌کنم، از اون تجربه فیلم سینمایی واکینگ ددی که داشتیم اصلا من اعتمادی به این عوضی‌ها ندارم. با این حال من این اینا رو میفرستم، میگم دیویژن دقیقا بچه از این خونه داره اسموک. بذار بیاریم ببینیم چه خبره. امیدوارم سپرایز نشیم چون باسه خودم هم جدیدی داره. چی شد؟ خوب میگه یه سری نجات پیدا کرده، آدم پیدا کردیم. دقیقا بچه من میارمشون. بیاید بچه ها دورتون بگردم. بیاید اینجا رو اسکاونجر کن. هنوز ما خونه رو کامل 100% اسکاونجر نکردیم. اینم از این بچه. این ایکی خیلی مهمه، این ایکی رو هر جور شده باید برش گردونیم. خب بچه ها دارن میان. اولین گروه هکا نچرال گروپ به نازم. من گذاشتم به اعتماد، گذاشتم به اعتماد. اعتماد بکنیم بهشون تا ببینیم شرایطمون چه جوری میشه. خب اینا که گفتن jobs done gathering bricks. اینو من نمیدونم و کجا میشه پیدا کرد. gathering metal هم اینو اینجا میتونیم پیدا بکنیم. 5 تا دونه متال از این ماشینه در میاد. بنازم بچه اولین گروه سوروایولا رسیدن. من مجبورم احساس کنم باید یه خونه دیگه هم بسازیم. خب ایول بچه چوبامون تموم شد. تا تونستیم یه دونه چوب ساختیم. خب بلافاصله من یه تابر چوبی دیگه. ساعت دو. به این زودی ساعت دو شد. خب این هم که گرفتیم بیا بیرون. این منابع اینو سریع تخلیه بکنیم بریم اون بر. ایول ببینید ما الان استراتژیمون اینه به صورت مثلثی. ببینید این قلمرو رو داریم، این پایینم داریم، با این یکی تاورم اینجا رو داریم، میمونه اینجا. در واقع یه تاور دیگه هم اینجا داریم که به صورت مربعی کاملا این منطقه رو تحت پوششمون قرار بدیم که مورد حمله زامبیا و اشخاص دیگه قرار نگیریم. بنازم پسر خوبه. بابا این رو نمیتونستی سریعتر بسازین؟ به اینجا من یه شلتر دیگه از اینجا بسازم. بودو پسر عالی. نوشته که ارتفاعش 8 یارده و حالا زیربناش هم 223 یارد مربع. سه تا اسلحه مضاعف داریم ولی یکاش میتونستیم اسلحه ها رو بدیم به اینا. مهم نیست جمعیت همو کجا می نویسه. آها 45 تا. خب شما که دیگه کم کم برگردید، شما دیگه برگردید. این 5 تاش تکمیل شده، تاوره داره ساخته میشه. برگردیم آقا داره شب میشه، داره شب میشه و کم کم قراره به فنا بریم. اینجا بچه یه سری حالا کوهستام نوشته adopt built in to shelter for 45 living quarters. الان میگه 32 تا ساخته شده. اینم که دارم میسازم واسه شون. عالی پسر، کلی هم چوب گیرمون اومده. میگم بچه این چوبه خیلی واجبه. چیه شیلو؟ ایول ایول این ماشینه رو هم باید بریم سراغش. این ماشینه رو هم باید بریم سراغش. ببینید استراتژی من حقیقتا نمیدونم، شما کامنت بذارید. ببینید اگه ما اینجا ببینید ساپورت ها رو داریم، یه دونه ما اینجا میخوایم حقیقتا. ببینید تا رنج اینجا شدم اینجا، چون ببینید اینا حقیقتا تا این رنج رو میزنن. اوکی اینا تا اون رنج رو میزنن. یه دونه اینجا میخوایم تا کامل کارگرامون حتی اگه مسیرشون هم میرن سیف باشه. ببینید کارگرا واقعا جزو ضعیف‌ترین قشرای ما هن. حالا اگه بهمون حمله بکنن یا داستانی بشه رندم رو میزنن. خب
بچه اولین گروه هورده اومدن، تعدادشون هر دفعه و هر شب داره بیشتر و بیشتر میشه. یه ایکی هم داریم. اینو من چجوری میتونستم بدم به اینا؟ یکاش میشد راحت اینا رو داد بهشون. یادم یه جوری میدادیم ها. اسکواد ممبر اکیوپمنت. احساس میکنم اسکواد جدید بگیریم میده به اونا. دقیقاً. خب بچه این اسکوادمون دو تا اسلحه داره، با یه دونه شمشیر، شمشیر که نه، قمه آلود چاقو، و یه دونه AK به نازم. خوبه. غذا هم که به تعداد کافی 41 تا دونه داریم. ببینید میدونی داشتم به چی فکر میکردم؟ که قلمروهمون و اون تابرا رو تا اینجا گسترش بدیم ما میتونیم از خودمون دفاع بکنیم. ببینید ما الان اینجا تاور داریم، تاور ما تا اینجا رو ساپورت میده، یعنی بعد از اون باید یه بیسمنت های جدید دیگه بسازیم. ولی یکاش من اینو یه جا دورتر میساختم که بتونیم منابعمون رو اونجا وسط نگه داریم. حالا اشکال نداره، اشکال نداره، تجربه اول بازیمونه. زیاد من نهایتا تو شب دوم بازی کردم. اوه. خب اینا که دارن میان، اینا دارن میان، بلافاصله من اینا رو بیارم بیرون. AK هم میارم. عالی پسر. خب اوضاع خیت شد. اینا از اون طرف اومدن. بنازم جر و جر. تمام. ایزی پسر. خب بچا اسکواد AK مون رو میذاریم اینجا، که اگه زامبی چیزی اومد بالا سرمون راحت بتونیم هندل بکنیم. ساعت بزار رو دو. این هرده ظاهرن بیان سمتمونو، نمیدانم. او سه تا هرد. وای تاور رو نبو که میزنن. بچه میبینی به تاورمون هم حمله کرد عوضی. اینو بزنید. بودو دوش میزدشو. خوبه حاجی، اچپیش خیلی زیاده. پس اوکی، پس ما اینجا باید یک کانکشن داشته باشیم نسبت بهشون کمک بکنیم. حله، من فکرم زامبیا به اینا حمله نمی کنن. اچپیشون هم خوبه. ریپیر کاستش یه دونه چوب بیشتر نمیخواد. عالی پسر. امونیشن واسه همون مهم ها، الکی میس ندید. داره کم کم صبح میشه. یه هورد دیگه بغل این رودخونه هستش. خب بیا اینجا ببینیم. شما که AK به دستید فعلا اینجا باشید. شما ها بیاید اینجا. این ورده نبو که میان. ها رفتن تو خونه. خب حله، باید خونه رو پاکسازی بکنیم از اینا ها. من یه دونه دیگه اسکواد میارم فعلا اینجا، از کارگرامون دفاع بکنیم. شما هم بیاید اینجا. عالی پسر. خوبه پنج قسمت مختلف داریم میریم و یه جورایی هم میشه گفت همه رو داریم اوکی میکنیم. بذار اینا رو بگیم از این بر نگهبانی بکنن. عالی پسر. خوبه این دوتا قسمت که داره ساخته میشه همچنان 6 تا کارگر ما بیکار داریم. ایول بچه داره میگه یه سری بعض رو اینا پیدا کردیم اینجا. خوبه تازه بچه یک هزارم گیم رو رفتیم جلو. بودو سری بیاریدش. خیلی باید مراقب باشیم، مگرنه به راحتی جمعیتمون رو از دست میدیم، نه صرفا به خاطر زامبی ها. خب اوکی بچه این قسمتمون باز شد که بتونیم 5 تا از این زمین های زراعی بسازیم. عالی پسر، منابعشون هم داریم دیگه. دقیقاً بچه دلیل اصلی که گفتیم یه تاور دیگه اینجا میخوایم همینه. اینجا زمین های کشاورزیمون رو راحت بتونیم از دو طرف و از دو جناح هندل بکنیم.
البته یه اسکوادمون با دو تا اسکوادمون اینجا باشه، دو تا اسکوادمون هم سمت این طرف باشه که به تاورامون کاور بدیم. We have no time for that. واقعا بابا کار بکنید. واقعا کار بکنید بابا، تایم نداریم واسه این چرت و پرتا. خب بچه این من میدونم داستانش چیه، این ایشکی جوابمو نمیده. اینو ما هزار بار شنیدیم. بذار بازی رو پاس بکنم چون من اینا رو میخوام سریع موادی که نیاز داریم برگردیم. اوکی میگه باید یه آنتن بزرگ بسازیم. حله بودو بودو سریع برگردید شما ها، شما بیاید اینجا سریع منابع اینجا رو ما تخلیه بکنیم. بیاید فروشگاه رو بزنید، قضامون که اوکیه. خب خوبه بچه، اینا آروم آروم داره ساخته میشه. دو تا از این بیسیک تولزا میخواییم، بسید یکی داریم دیگه، چهار تا دارم ولی کاش یکی میساختید. یه سه تا بیسیک تولز هم این طرفه. خب دو تام این داره بنازم. عالی پسر. خب. شما هم سریع برگردید، موادمون بازگشت. عالی پسر. اینه آقا، ما از این گیم اینو میخوایم. چهار تا کارگر بیکار داریم. اون تاوره چی شد؟ من یه دونه تاورم سمت اینجا میسازم. عالی پسر. ببینید این قسمت کانکشنمون وصل باشه، حداقل زمینای زرایی هم که داریم اوکی بشه. من بلافاصله هم اگه شد پشت سر اینا یه دیوار چوبی یا چیزی اوکی میکنم. ساعت 1:30 بعد از ظهر. بودو این بذره رو سریع بیارید. گوشیم هم داره زنگ میخوره، ساعت چیزشه. اوف. خب این شلتره که ساخته شد بچه، 219 تا ریسورس کپاسیتی داریم، هرچند که اینم به تعداد کافی داریم. بنازم پسر، یه لحظه من اجازه بدید الان میام. ای وای، ولش کن. خب بچه من نظرم اینه، حالا تو موقعی که حالا شب نشده و اتفاقات مختلف رو نبینیم، به نظر من که سیو نمکی تا اینجای ویدیو داشته باشیم. امیدوارم که unavailable in the program version. ای بابا بچه چی کار بکنیم؟ نمیدونم خوشتون میاد از این پورت که دوباره بریم جلو. من بازی رو نبندم دوباره ریکوردش بکنم. باید به این نظراتون رو کامنت بکنیم، من دوباره یه ریکورد دیگه با همین استایل و اینا میرم، چون نمیشه سیوش گرفت تو همچین حالتی. باید به این امیدوارم خوشتون اومده باشه، مثل همیشه پر قدرت پر انرژی. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. در تک تک کسایی که ما رو حمایت میکنن گرم آلتو تپ میکنم، اینجوری میشم دوباره به زودی پر قدرت پر شدت میبینمتون. خیلی خیلی عشقید و دمتون گرم باشه.